گروه طالبان علی‌رغم ایجاد محدودیت و فشار بر شیعیان پس از تسلط دوباره بر افغانستان تلاش دارد که عملکرد خود را وارونه و به شکل مثبت جلوه دهد. همکارم در این زمینه گزارشی تهیه نموده که با هم می‌بینیم. گروه طالبان از زمان تسلط دوباره در افغانستان بیشترین فشار و محدودیت ها را علیه شیعیان و هزاره ها اعمال کردند. این گروه اما هر از گاهی با استفاده از دستگاه های تبلیغاتیشان دیدارهای برخی از شیعیان با مقامات این گروه را به عنوان رضایت شیعیان از عملکردهای طالبان جلوه دادند. به تازگی دفتر معاونت رئیس الوزرای طالبان در خبرنامه‌ای گفته که شماری از بزرگان شیعیان از حل بسیاری از مشکلاتشان ابراز رضایت کردند. بر اساس بیانیه طالبان، شماری از افراد تحت عنوان بزرگان شیعیان با معاون رئیس الوزرای این گروه دیدار نموده و از همکاری طالبان ابراز رضایت کردند. این بیانیه در حالی منتشر شده که طالبان پس از به قدرت رسیدن فقه جعفری را به طور کامل حذف کرده و متون فقهی شیعیان را از دانشگاه ها و نهادهای اکادمیک جمع آوری کرده است. طی 3 سال گذشته این گروه همچنین شدیدترین محدودیت ها را نسبت به مراسم محرم و عزاداری امام حسین علیه السلام وضع کردند. ماه گذشته کمیسیون آزادی های مذهبی ایالات متحده در گزارش جدید خود گفته بود که وضعیت آزادی مذهبی در افغانستان رو به وخامت است. این کمیسیون طالبان را به نقض مداوم آزادی های مذهبی به ویژه علیه شیعیان متهم کرده و خواستار تحریم مقامات مسئول این گروه شده است. برای صحبت بیشتر در این خصوص آقای سلطان علی جاوید کارشناس مسائل سیاسی از فرانکفورت همراه ما هستند. سلام و عرض ادب دارم خدمتتون. آقای جاوید، در رابطه با محدودیت‌هایی که طالبان برای شیعیان پس از تسلط دوباره بر افغانستان اعمال کرده لطفاً توضیح بفرمایید. با سلام خدمت شما و خدمت بینندگان شما، بسیار زیاد تشکر که باز هم وقت دادین تا از مشکلات مردم افغانستان به خصوص شیعیان افغانستان خدمت شما چند موضوع را عرض کنم. خدمت شما عرض کنم که طالبا نفس با وجود آمدن طالبا به خاطر حذف شیعه‌ها و هزارها از افغانستان بودن و متاسفانه بعد از اینکه در دور دوم طالبا قدرت رسیدن تمام مسئله مذهبی شیعه ها را کلن محدود ساخته، مکاتب دیگر نمیتونن بچه ها درسای شیعه جعفری بخوانند، در دانشگاه مضامینی که مربوط به شیعه هاست برداشته و تمام مسائل شرعی و که باید از طریق دولت حل میشد اونا را کلن حذف کرده و فعلا شیعه افغانستان در هیچ قدرت سهیم نیست و هیچ رعایت بر اصل اصول فقه شیعه در افغانستان امکان نداره و نیست و طالبات به هیچ وجه به اجازه نخواهد داد که شیعه در افغانستان حضوری سیاسی و اجتماعی پررنگ داشته. بله، جامعه شیعیان چه نگاهی به طالبان و عملکرد آنان دارند و آیا در بین شیعیان افرادی هستند که با رویکرد طالبان موافق باشند؟ خب یک وقت که مردم افغانستان همه و بالخصوص مردم شیعه افغانستان و هزارها به یک نحوی اسیر طالبان هستند و باید با طالبان سازگاری داشته باشند، بنابراین در ذاتش که خب طالبا برای هزارها و شیعه هیچ گونه فرصت نمیتن که حضور سیاسی و اجتماعی داشته باشن و فقه جعفری و رسمیت شناخته شد، خب قطعا همه از اینا ناراضی هستن، ولی خب از یک طرف مجبور است که با این ستم بسازن. من فکر کنم که فعلا یک ساختاری بسیار همطور کاذب وجود آمده، منتها قسمت دومی سوال شما کسایی هست که از اینا راضی باشن. متاسفانه در هر جامعه مخصوصا در افغانستان هم افراد و اشخاص وجود داره که اونا متاسفانه از
یک نوع افرادای چاپلوس هستند که قوم و مذهبشان را به خاطر یک امتیازات بسیار کوچک مفروشند. شما میبینید که در ملاقات سید شریف بلخابی رفته با اینا مذاکره کرده و در این مذاکره با اینا موافقت کرده که یک سلسله مشکلات شیعه حل شده، ولی من فکر نمیکنم چیزی حل شده باشه. و یک کسی دیگه هست هم به نام سید حسین سید عیسی مزداری که اونا سر مکمل اختیار طالبان قرار گرفته و میکنه و حتی از بخشی از بعضی از افرادای شیعه ای که در اونجا مثلا یک مقدار تاثیرات مردمی داره و قبلا در یک دولت کار کرده، حتی اونا رو به طالبان گزارش میده، یعنی در واقع کاملا در اختیار طالبان قرار گرفته، ولی این دوره بسیار موقت خود بود. بله. ولی متاسفانه افرادی هست که در اختیار طالبان قرار گرفته. بله. ممنونم از شما. سلطان علی جاوید، کارشناس مسائل سیاسی از فرانکفورت.